بحث آخرم عرض بکنم، حالا با این سوالی هم که ما پرسیدم مرتبطه، این که ببینید اختلاف نظر بین مراجع چیز طبیعیه، بین فقها، بین مجتهدین طبیعیه، این باعث شکوفایی دین میشه، مثلا شکوهمندی دین تو همین اختلاف نظره، منتها در بحث اصول نیست. یعنی بگی مثلا فروعاته، من خودم قبل از خدمت شما سنم که حضرت آیت الله فاضل فوت بشن مرجع قبلیشون بود اون موقع. مثلا من یکی از دلایلی که اصلا ایشون انتخاب کردم، یه سری فتاوای خیلی خاص و دقیق بود که ایشون داده بودن، مثلا من خوشم میومد، مثلا خیلی عقلانیه فلان، نه که مراجع فتاوای دیگه خود نگه غیر عقلانی بشه، نه، یعنی مورد پسند منه، من بر این مبنا رفتم تحقیقام کردم فلان. اما ببین الان مثلا بحثی که صورت گرفته، من یک سندی رو با این بحث ورود پیدا کنم اونم بگم، اینو توی سخنرانی قولشو میدم بعدن ویژه باز بکنم سندشو نشون بدم تک تک اینو بحث بکنم. در مورد بیت های شیرازی پرسیدم، خب اینا شبکه های مثل امام حسین و نام مرتبط با اینها هستن. ببین یه برادر بزرگوار اینها داشتن به اسم سید محمد شیرازی که ایشون فوت هم شد، تو مؤسسه 13 تو سند 13 صفحه مؤسسه رند امریکا اومده بود که شیعیان به امامانشون حساسن، ما باید کاری بکنیم، خوب دقت کنیم، کاری بکنیم که سید محمد شیرازی همچون حسن مجتبی قلمداد شود که مسموم شد و دقیقاً همین یک سال بعد شایعه شروع شد که چی جمهوری اسلامی شنو کشته، نمیدونم فلان کرده، اصلا عکس ایشون وجود داره که وقتی امام نجف رفت به عنوان استقبال رفت کنار امام. آدم با سوادی هم بوده، همین که اشتباه نکنم کتاب دنیا بازیچه یهود هم نوشته همیشونه، با سوادی بوده، بحث سر اون نداری. منتها نگاه بکنید عزیزان، یکی دیگه از افرادی که به این بیت حالا اسم برده دیگه، اسم برده از بیت، فکر اسم مجتبی شیرازی که ای توی لندنه، این پدرزن یاسر الحبیبه، همونی شبکه فدکو زده، اینها بدترین توهین ها رو علیه برخی از بزرگان انجام دادن. یعنی باور کنید تا اون تاریخی که این مجتبی شیرازی اومد این حرفا رو زد، حتی صهیونیست‌ها به خودشون جرأت نکرده بودن همچین کلماتی رو زدن علیه مراجع شیعی. این اومد قوم رو شکست. این جریان فکری، حالا من اون لندن نشیناشونو دارم میگم، نه کل بیت شیرازی ها رو اشتباه نکنید، وقت این جریان فکری با همون جریان فکری اللهیاری کردن توی امریکاست یکی. شما نگاه بکنید توهین ها اینا با آیت الله بهجت کردن که اصلا نمیتونه بگه. آی بهجتی که اصلا برای چی اصلا به چی میخوای توهین بکنی؟ یعنی متوجه چی میگم؟ اینا اومدن خیلی توهین های بد جوری به رهبری نکات، برای چی؟ به خاطر اینکه بسته بود امسال هفته وحدت اون را اعلام کردن، هفته براءت و تموم شد. اومدن میگن به جای جدا رفتن، به جای که بریم قدس آزاد کنیم، بریم بقیه آزاد بکنیم. ارزانم شد، ارزانم تموم کنم، بریم بقیه آزاد بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ببین جهت اهل سنت به چرخ طرف شیعه، جهت شیعه هم به چرخ طرف اهل سنت. منتها این بحثا دقیق باشید، هر کسی تو هر لباس و هر چهره و هر جایی بود دیدید وحدت داره به هم میزنه، این یا عامله یا جاهله، یعنی میدونه عامله دشمنه یا جاهله. به هر کشون گوش نهید، برخورد بکنید، روشنگری بکنید. سرتون درد آوردم، اصفهان سلامت خودتون سلامت.